با سلام به بینندگان محترم این برنامه، من مزدک پورجعفر هستم، مشاور روان‌درمانگر و مدرس کالج، و امروز از سری برنامه‌های رازهای موفقیت درباره تأثیر فرهنگ بر موفقیت فردی و اجتماعی سخن خواهیم گفت. خب ابتدا باید فرهنگ رو تعریف کنیم. فرهنگ مجموعی از آداب و رسوم، سنت‌ها، باورها و رفتارهای رایج یک جامعه است و فرهنگ میتونه در موفقیت فردی و یا اجتماعی افراد تأثیر داشته باشه. امروز میخوایم راجع به یکی از فرهنگهای رایج در خاور دور در کشور ژاپن صحبت بکنیم که به فرهنگ ایکیگای معروف است. ایکیگای یا فرهنگ معناجویی و هدفدار بودن در ژاپن. به نظر میرسه این فرهنگ در سلامتی و موفقیت افراد تأثیر بسزایی داره. فرهنگ ایکیگای بخش مهمی از شاخصهای فرهنگی ژاپن هستش. از جزیره اوکیناوا در جنوب غربی ژاپن منشأ گرفته. جزیره اوکیناوا ویژگی های جمعیت شناختی بسیار جالبی داره. ظاهراً بیشترین تعداد افراد بالای 100 سال به نسبت کل جمعیت در جزیره اوکیناوا پیدا میشن. در واقع تعداد افراد بالای 100 سال در هر 100 هزار نفر تقریبا 3 برابر تعداد این افراد در ایالات متحده امریکا است. نکته جالبتر اینه که علاوه بر طول عمر، مردم اوکیناوا از سلامت فراوانی هم برخوردار هستند. پژوهش‌های زیادی راجع به مردم جزیره اوکیناوا انجام شده و متوجه شدن که این سلامتی دلایل متعددی داره. یکی از دلایلش ورزش و فعالیت‌های بدنی هستش. جزیره اوکیناوا زادگاه رشته ورزشی کاراته هست و افراد مختلف، مرد و زن، پیر و جوان، حتی افراد 100 ساله و بالاتر هر روز کاراته تمرین می‌کنن. مردم سبک زندگی بسیار فعالی دارن. کار کشاورزی و ماهیگیری در اوکیناوا رایج هستش. نکته جالبتر این که اصولاً در جزیره اوکیناوا بازنشستگی وجود نداره. حتی لغت بازنشستگی در فرهنگ لغات مردم اوکیناوا موجود نیست و افراد تا پایان عمر کماکان به کار و فعالیت ادامه میدن. البته ممکنه در سنین بالا کار و فعالیت به شدت ایام جوانی نباشه، ولی به هر حال این مردم تا سنین بالا فعال هستند. عامل دوم در طول عمر این مردم سبک تغذیه اونها است. تغذیه مردم اوکیناوا از چند جهت با مردم ایالات متحده، کانادا و غرب اروپا متفاوت. تأکید تغذیه اونها بر میوه‌جات و سبزیجات تازه، سبزیجات دریایی، ماهی و سایر غذاهای دریایی هست. علاوه بر اون میزان کالری مصرفی مردم اوکیناوا در شبانه روز بسیار کمتر از متوسط مصرف کالری در کشورهای غربی. اونا 1900 کالری در شبانه روز انرژی مصرف میکنن و غذا میل میکنن، در حالی که در غرب معمولا رژیم غذایی شامل 2500 تا 3600 کالری در روز هستش. علاوه بر اون مردم اوکیناوا روزداری های طولانی انجام میدن و همونطور که جدیدترین تحقیقات پزشکی نشون داده، روزداری میتونه سلول های بدن ما رو پاک سازی بکنه و بدن رو در مقابل بیماری ها مقاوم تر بکنه. ضمن روزداری یکی از روش های در واقع برین ریجنریشن هست، یعنی نورون های جدیدی رو در مغز میتونه تولید بکنه. در واقع دکتر یوشینوری اوسومی، برنده جایزه نوبل پزشکی در 2016، راجع به تاثیرات روزداری طولانی بر سلامت بررسی‌هایی را انجام داد که منجر به برنده شدن جایزه نوبل پزشکی شد. ایشون از یک پدیده به نام اتوفاژی صحبت میکنه. در روزداری بدن شروع به اتوفاژی میکنه، عوامل بیماریزا را شناسایی و نابود میکنه و ساختارهای معیوب سلولی رو هم از بین میبره و نتیجه سلولهایی سالمتر و کارآمدتر در بدن هستش. و اما دو عاملی که گفتیم، سبک زندگی پرتحرک، تغذیه سالم و سایر شاخصهای تغذیه که گفتیم، اینها بخش مهمی از فرهنگ ژاپن و به ویژه اوکیناواست. اما عامل دیگر، عامل فرهنگ معناجویی
هدفدار بودن یا ایکیگای هستش. فرهنگ ایکیگای شامل 4 سؤاله که هر فرد روزانه از خودش میپرسه. سوال اول اینه که به چه فعالیت‌های عشق می‌ورزید؟ به چه فعالیت‌های واقعاً علاقه‌مند هستید؟ منظورمون اون فعالیت‌هایی نیست که والدینتون فضای مجازی یا دوستانتون بهتون توصیه می‌کنن، فعالیت‌هایی که واقعاً به اونها عشق می‌ورزید و از ته قلب اونها رو دوست دارید. این اولین پرسش. سوال دوم، چه فعالیت‌هایی رو به خوبی و با مهارت انجام می‌دید؟ در انجام چه کارهایی ماهر هستید؟ این دومین سوالی که باید از خودتون بپرسید. سوم، چه فعالیت‌هایی رو میتونید برای کسب درآمد انجام بدید؟ چگونه میتونید امورات زندگی رو بگذرانید؟ و چهارمین سوال مربوط به سایر افراد جامعه است. دیگران به چه فعالیت‌ها و خدماتی نیاز دارند؟ چه کار مفیدی میتونید برای دیگران انجام بدید؟ همونطور که میبینید فرهنگ ایکیگای به دنبال نوعی تعادل بین خود و دیگران هست. سه سوال اول مربوط به خود شما، سوال چهارم مربوط به خدمات که میتونید به دیگران انجام بدید. اونها معتقد هستن که بین این 4 حوزه مختلف بایستی وحدت ایجاد بشه. بین فعالیت‌هایی که عاشقانه اونها انجام میدید، فعالیت‌هایی که در انجام اونها مهارت دارید، فعالیت‌هایی که برای کسب درآمد انجام میشن و فعالیت‌هایی که برای خدمت به دیگران انجام میشن. به عنوان مثال اگر کسی عاشقانه نقاشی کردن رو دوست داره، در نقاشی مهارت بالایی داره، ولی برای کسب درآمد نیاز داره که کارهایی در حیطه کارهای ساختمانی انجام بده، شاید بهترین کاری که میتونه دنبال بکنه اینتریور دیزاین یا طراحی داخلی باشه که برای اون شما باید نور رو بشناسید، رنگ رو بشناسید، پرسپکتیو رو بشناسید، اصول پایه نقاشی و طراحی رو بدونید و در کنار اون بتونید کاری رو انجام بدید که نوعی خدمت به دیگران و از طرفی وسیله برای کسب درآمد است. پس وحدت بین این 4 حوزه در ایکیگای مورد نظر هستش. حالا که ما راجع به ایکیگای صحبت کردیم و تأثیرش بر سلامتی و طول عمر، جا داره که از سبک ویژه روان درمانی ژاپن هم صحبت بکنیم. همونطور که میدونید وقتی ما از سایکوتراپی یا روان درمانی صحبت میکنیم، مکاتب غربی و مکاتب شرقی در اون وجود دارن. بعضی از مکاتب غربی بسیار معروف هستن، مثل CBT Cognitive Behavioral Therapy یا Psychoanalysis که در واقع مکتب درمانی زیگموند فروید و حامیان زیگموند فروید هست که به سایکودینامیک هم معروف هست. اما مکاتب درمانی شرقی هم وجود دارن. بعضی از اونها در سالهای اخیر به مغز زمین راه پیدا کردن، مثل Mindfulness Meditation که توسط دکتر جان کابات‌زین برای اولین بار به امریکایی‌ها معرفی شد، ولی ریشه در آموزه‌های یوگا و مدیتیشن و مشرق زمین داره. و اما ژاپنی‌ها هم سبک درمان ویژه خودشون رو دارن که به نایکان معروف است. نایکان تراپی یا روان درمانی ژاپنی. سبک درمانی نایکان ریشه در بودیزم و تفکرات بودایی داره و شامل 3 سوال هست که فرد باید از خودش بپرسه. سوال اولینه، از دیگران چه چیزهایی دریافت کردم و میکنم؟ دیگران چه خدمتی به من کردن؟ وقتی به این سوال پاسخ میدیم، این باعث میشه که ما قدردان کمک دیگران باشیم، بیاد بیاریم که در مقاطع از زندگی دیگران برای ما کارهای مفیدی انجام دادن. سوال دوم، چه چیزهایی به دیگران دادم؟ چگونه در زندگی دیگران مفید بودم؟ و سومین سوال، چه مشکلاتی برای دیگران ایجاد کردم؟ پاسخ دادن به این 3 سوال به صورت روزانه کمک میکنه که خودآگاهی بیشتری داشته باشیم، کمک میکنه که قدردان و قدرشناس باشیم و کمک میکنه که مانع از این بشیم که خودآگاه یا ناخودآگاه به دیگران آسیب بزنیم. و اما از نکات مثبت فرهنگ ژاپن صحبت کردیم، از فلسفه معناجویی و هدفدار بودن یا ایکیگای صحبت کردیم، از روان درمانی ژاپنی ها یا نایکان صحبت کردیم. و اما سوالی که مطرح میشه اینه که آیا در فرهنگ ژاپن جنبه های منفی هم وجود داره؟ پاسخ مثبت هست. در هر فرهنگی جنبه های مثبت و جنبه های منفی وجود داره. فرهنگ ژاپن هم از این قضیه مستثنا نیست. در کشور ژاپن نرخ خودکشی به طرز
معناداری بالا هست، در واقع بالاتر از بسیاری از کشورهای جهان هست. و در ژاپن یک نوع بیماری culture bound یا وابسته به فرهنگ وجود داره به نام هیکوکوموری. هیکوکوموری یا انزوای بیمارگونه حالتی هستش که افراد از جامعه منزوی میشن و از سنین میانسالی تا پایان عمر در یک انزوای توأم با بیکاری و عدم فعالیت زندگی میکنن. متاسفانه هیکوکوموری به صورت یک مشکل اجتماعی مهم در ژاپن در اومده. به نظر میرسه با فرهنگ ناسالم محیط کار و با توقعات بیش از حد والدین از فرزندان رابطه داره و مجموعه این عوامل باعث میشه که گروهی از افراد جامعه در سنین جوانی و اوایل میانسالی منزوی بشن و این انزوا رو تا پایان عمر ادامه بدن. پس همونطور که میبینید در هر فرهنگی نکات مثبت و منفی وجود داره و ما باید این نکات مثبت رو بیاموزیم و از نکات منفی اجتناب بکنیم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در برنامه بعدی راجع به فرهنگ مردم فنلاند صحبت خواهیم کرد، مردمی که طبق بررسی‌های متعدد شادترین انسان‌های روی کره زمین هستند و اینکه این شادی تا چه حد وابسته به فرهنگ هست. و در برنامه‌های بعدی راجع به سایر فرهنگ‌ها من جمله فرهنگ ایرانی هم گفتگو خواهیم کرد. به امید دیدار.